أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره رافق بهم رسله وأزارهم ملائكته وأكرم أسماءهم أن تسمع حسيس نار أبدا. بحمد الله توفیقی بود خدمت برادران و خواهران بزرگوار که در طی این چند صبح در انوار بیکران سخنان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین تفحصی کردیم به خطبه 183 کلام امام رو بازگو کردیم و این نوبت آخرین قسمت و بخش پایانی این خطبه رو بازگو میکنیم. بعد از اینکه امام توصیه هایی فرمودن در مورد هوشیاری و برون آمدن از غفلت، چابکی و چالاکی در راه انجام وظیفه، به کار بستن توانمندی ها و اقدام و دست در بهره های الهی بردن و به حقیقت بسیار مبارک انفاق پیوستن، اونگاه امام دو آیه مبارکه از قرآن رو به عنوان تضمین و پشتوانه سخنان خیش مطرح فرمود. فرمود خداوند گفته است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، و فرموده است که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا. این دو آیه مبارکه رو امام بازگو فرمودن و در ادامه فرمود اگر بندگان خدا حضرت حق فرموده است یاری کنید او را، نه به خاطر این است که او ذل دارد، عجز دارد، نیاز دارد به نصرت شما، و اگر از شما تقاضا کرده است که اقدام مالی بکنید، با همون بیانی که دیروز عرض کردم از مال خیش ببرید، قرض کنید، جدا کنید، بدهید در راه خداوند، نه به خاطر این است که اون قل دارد، یعنی قلت و کاستی بودجه، تامین اعتبار کافی و منابع مالی لازم رو در اختیار ندارد. پس چرا خدای سبحان چنین گفته است؟ رسیدیم به این قسمت کلام امام که و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن و عملا. جواب رو هم امیر المؤمنین از قرآن میدهد با آیه دیگری از آیات شریف قرآن. اما من قبل از این که وارد به این بخش از کلام امام بشوم این جمله رو عرض میکنم که در آیه مبارکه فرمودن تنصر الله ینصرکم. حقیقتا سخن همین است که امام فرمود که حضرت باری تعالی مستغنی است از آن که احیانا از بندگان خیش نصرتی بخواهد و استنصاری کند. طبیعی است مراد از این که خدا را یاری بدهید اصلا امکان ندارد این باشد که خدا را یاری بدهید، یعنی هیچ تردیدی نیست که این سخن سخن است مجازی، نه اینکه حقیقتا یاری دادن خداوند مستقیما، چون چنین تصوری وجود ندارد. و من نصر و الا من عند الله، تمام نصرت ها از خداست، چگونه کسی میخواهد به خدا نصرت بدهد؟ این اصلا محال است و تصور ندارد. از آیات شریفه قرآن و مضامین دیگر که استفاده میکنیم کاملا مشخص است این نکته که مراد از نصرت خداوند یه چیز است عزیزان، و اون نیست مگر نصرت دین الله، نصرت دین خدا. اینی که فرمودن تنصر الله، اگر یاری دهید خدا را، یعنی اگر دین خدا را کمک کنید، و این امری است مسلم و متقن که اساساً بقاء دین، توسعه و گسترش دین در تمام ابعاد اون بر دوش دینداران است.
این قانون الهی است. سنت خداوندی این نیست که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. خداوند یک کن بگوید و یکون شود و تمام وجود عالمگیر از دین الهی باشد. این از روز اول آمدن پیغمبر مکرم اسلام سنت الهی نبود. عیسی روح الله، اون بزرگوار، موسی کلیم الله، اون شخصیت جلیل القدر اینطور عمل نکردند. اینها تمام دردها، زخمها، خون دلها رو خوردند و به جان خریدند و عمل کردند تا سخنشون رو به گوش انسانها برسانند. البته دست حمایت الهی در پس سر این بزرگان بود. همین گونه پیغمبر مکرم اسلام 23 سال ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، آزاری که من کشیدم هیچ پیامبری نکشید. خب خداوند اگر بخواهد باید به اعجاز غیبی عمل کند و پیامبر بنشیند آسوده و با دست اشاره کند کارها انجام شود. نه، این پیامبر باید از عزیزانش بگذرد، باید ببیند چگونه یارانش پیش روی او چه تحمل می کنند. باید خود او حتی آزارهای روحی که نه آزارهای جسمی رو هم متحمل باشد. باید دندان او رو بشکنند، پیشانی اون رو بشکنند و باید تمام این مصائب رو تحمل کند تا امروز بر فراز این معزنه ها و مناره ها در بلاد اسلامی و در روی زمین این سو و اون سو شر و غرب عالم بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دو پایه این تلاش، یه تلاش مادی بوده است، یک غیر مادی. یه تلاش مالی است، یه غیر مالی. همون دو دعوتی که امیرالمؤمنین در کلمات پیشین خودشون مطرح کردن که در روز گذشته مفصلا مطرح شد و بازگو شد. پس مراد از نصرت خداوند نصرت دین خداست. یعنی متدینان خود باید برخیزند و دین رو نگاه دارند و توسعه بدهند، چه به تلاش وجودی و جسمی خودشون، چه به تلاش علمی، چه به تلاش مادی و اقتصادی خودشون. این یه امر مسلمی است. دست الهی هم در پس سرشون تأییدشون میکنند و یثبت اقدامکم میشود. اما یه چیزی اینجا وجود داره که من حیفم میاد نگویم و رد شدم. فرمود اگر خدا یار خدا را یاری دهید، خدا شما را یاری میدهد. اگر دین خدا را عزیزان دینداران پاس بدارند، با اندیشهشون، با جوانیشون، با عمرشون، با سرمایه هایی که در اختیار دارند، با سرمایه های اقتصادیشون، اولین بهره و نتیجه ای که برده می شود کجاست؟ در همین دنیاست. خود دینداران می برند اولین بهره رو. هنگامی که دین نهادینه می شود، یاری می یابد، دین دین ضعیفی نباشد، پایه و جایگاه قوی اجتماعی داشته باشد، عامل اصلی تضمین امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت روحی و روانی برای جامعه خواهد بود. یعنی اولین بهره اون مستقیم به خود انسان ها برمی گردد. اگر دین در جامعه قوت و بنیه حقیقی خودش رو پیدا کند و فرهنگ دین تسری به تمام ابعاد و ابعاد جامعه داشته باشد، در اون جامعه شما نیاز ندارید به خیلی نیروهای امنیتی، نیاز ندارید به خیلی از مسائلی که شدت و قوت و قهریه در پس اون نهادینه وجود دارد. دیگه اینجا جایی است که هنگامی که ایمان در دلها نشست و انسان‌ها معتقد بودند به این که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، دیگه نیاز ندارد خیلی فشارهای اونچنانی در پس مراقبت‌های اجتماعی، دیگه نیاز نیست 2,400,000 دوربین در سراسر UK، در سراسر یونایتد کینگ و در سراسر مجموعه انگلستان باشه. نیاز نیست 2,400,000 دوربین نظارت کنند تمام صحنه‌های شما رو ببینند. اون دوربینی که میبیند آن است که معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون انه لا یفلح الظالمین. اون دوربین کار میکند با ایمان. دیگه نه شحنه میخواد، نه آژان میخواد، نه پلیس میخواد، نه اطلاعات امنیت میخواد. اگر ایمان بیاید، اگر ایمان بیاید، کسی تعرض به مال شما ندارد، به ناموس شما ندارد، به آبرو و عرض شما ندارد.
اگر ایمان باشد اصل عدالت ایمانی اقتضا می کند از همه حقوق خودتون بهره مند باشید. ان تنصر الله ینصرکم. دین خدا رو یاری بدید، خودتون رو یاری دادید، دین شما رو یاری میدهد، دین کمکتان میکند و اون امکانات، موقعیت و شرایط و زندگی و حیات طیبه برای شما مهیا میشود. و در این جهت و یثبت اقدامکم، خدا کمکتان میکند که در این مسیر جدی باشید و به اهداف مبارک خودتون دست پیدا کنید و کامیاب در رسیدن به مقاصد پاکیزه فردی و جمعی. این نکته نکته مهمی است که من تأکید کردم و استدعا میکنم. برحال نصرت و یاری دین خدا، نصرت و یاری خود ماست برادران و خواهران گرامی. و در طول تاریخ هر زمانی که مسلمانان حس مسئولیت بیشتر به اسلام، قرآن و یاری دین خدا داشتن، عصر طلایی اسلام بوده است. بهترین دوران اسلام بوده اون زمانها. قرن پنجم رو نگاه کنید، قرن ششم رو نگاه کنید، خیلی از زمانها، اونجا که مردم اون حس مسئولیت جدی رو در نصرت و یاری دین خدا داشتن. هنگامی که بی‌مسئولیتی، بی‌تفاوتی، کم‌همتی و سستی و کندی در مواجهه با دین در جامعه رخ نکند، شما شاهد بسیاری از پیامدهای منفی اون هم خواهید بود. این جمله رو امیرالمؤمنین پشتوانه سخنشون فرمودند. اونگاه آیه دوم، حالا میرسیم به کلام امام، فرمودن انما اراده. اگر خدا نیاز به یاری شما ندارد از جهت خارجی و مالی، چرا استغراض میکند؟ چرا استنصار میکند؟ انما اراده. خداوند اراده کرده است که ان یبلوکم، تا ابلاء کند شما را که کدام یک نکوتر عمل میکنید. بسیار جمله زیبایی را امیرالمؤمنین از قرآن به در می آورد و پشتوانه سخن خود مطرح می کند. این آیه رو عزیزان شنیده اید. گاهی هم این رو به شکل شاید نچندان مناسبی برای ما بازگو می کنند. یعنی تو کلاس ها، تو کتاب های درسی این بوده است دیگه. بالاخره یبلوکم، تا خدا شما رو امتحان کند، مثلا یه چنین چیزهایی گفته می شود. و حالی که این نیست مضمون این سخن حق و استفاده امام، فعلی که در اینجا به کار برده شده است یبلوکم، بلا یبلو، بلا یبلو در لغت عرب به معنای کهنگی است و کهنه کردن، به معنای کهنه کردن. به مشک‌های آب خشکیده کهنه میگویند اشن البالی. شن یعنی مشک، بالی از بلا یبلو یعنی کهنه. اشن البالی اصل معنای لغت این است، به معنای کهنگی است. خب بچه کاربردی اینجا چه نکته ای دارد؟ باید ریشه رو دقت کنیم. با یه مثال اجتماعی میکنم، بازگو میکنم مطلب رو. ببینید، شما در طی زندگی دوستانی دارید، عزیزانی دارید که مدتی است افتخار آشنایی با اینها رو پیدا کردید، 6 ماه و سالی است که بالاخره اینها رو دیدید و آشنا شدید و بالاخره حس اعتمادی هم بعضن پیش اومده است، دوستی و رفاقت هم دست داده است، گل میگویید و گل میشنوید در محضرشون. اما هیچ اطمینانی ندارید که فردا روز اینها با شما چه معامله میکنند و در پس این دوستی ها چه نهفته است. آیا همان است که این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی؟ آیا طمعهایی دارند؟ به چه انگیزی به شما چنین دست ارادت دادند و دست محبت؟ اما دوستانی دارید که 30 سال است، 40 سال با این فرد دوستید، وقتی نگاه میکنید به چهره اون جز صداقت و اعتماد نمیبینید. تو تمام صحنه های زندگی با هم بودید، روزی که زمین خوردید و دیگران رها کردن، شما رو زیر بازوتون گرفت بلندتون کرد، روزی که سرتون افکنده شد و عشق دامن دامن می آمد سر شما رو به شانه گرفت، سپاه غم چو مرا در میانه میگیرد، سرشک عشق چو سیلم کرانه میگیرد، کجاست آن که سرم رو به شانه میگیرد؟ این روز غم شما بود، روز شادی شما بود این دوست، تو تمام صحنه های زندگی بود، در هر شرایطی ابرو گره نکرد همراهتون بود، 30 سال تجربهش کردید. بهترین نعمت، اکسیر اعظم به تعبیر قدیمی ها، این دوستانند عزیزان. اینی که در روایات داریم بالاترین نعمت بعد از نعمت اسلام، چنین اخوانی هستند، چنین دوستانی که انسان خوب اینها رو کاملا میشناسد. این دوست، دوست کهن است، دوست کهنه،
اگر یه دوستی دوست کهنه بود، دیگه در شناخت و در خصوصیات شما هیچ تردیدی ندارید. فعل بلایبلو اینجا به کار برده می شود. گفت که رفیق تازه بود چون رفیق کهنه بود چون می کهن زینهار، که از رفیق نو عرض به خدمتون چطور سرگران نکنی. این در چیز داره، وقتی که انسان یه رفیق کهنی دارد دیگه کاملا شناخته است، حالاتش رو، ضعفش رو، قوتش رو براش کاملا روشن است. از اینجا فعل بلایبلو استخراج میکنن و میبرن در موارد دیگه به کار بسته میشه در کلام عرب، من جمله در قرآن. این که خداوند فرمود یبلوکم، وقتی یه کسی خوب تجربه روش دارید، 30 سال 40 سال شناختید، دیگه هیچ ابهامی ندارد، همه چیز وجود او آشکار است. خداوند در زندگی بنابراین دارد که تمام ماهیت وجود انسانها آشکار شود و رو شود، هرچه در چنته دارند انسانها برون بیاورند، توانمندی های خودشون رو رو کنند. از این در قرآن تعبیر به بلایبلو می شود. اما این نیاز به بسترسازی دارد. برای اینکه انسان ها بتوانند اون چه در وجود دارند آشکار کنند، نیاز به فرصت دارند. تا فرصت در اختیارشون داده نشه، چنین اتفاقی دست نمی دهد. و این فرصت رو خداوند در دو حوزه عمل می کند. یکی در حوزه مال است، یعنی در مسائل مالی، و یکی در مسائل فرامالی و غیر مالی. امیرالمؤمنین فرمود انما اراد ان یبلوکم، اگر خداوند میگوید نصرت کنید خدا را، و اگر میگوید از مسائل مالیتون انفاق کنید، بسترسازی کرده است که ببیند شما از این فرصت های مهیا استفاده میکنید یا نمیکنید. آیا اون مایه های درونی شما آشکار میشود؟ محک و عیارگری در وجودتون ایجاد میشه که دست ببرید و به این پیشنهاد عمل کنید، یا دست پس میکشید و اعتناع به سخن حق ندارید؟ یعنی دقیقا این کاغذ تورنسول میاد رنگ وجود شما رو مشخص میکند، عیارگری در وجودتون میکند. پس مراد از بلایبلو یعنی رو شدن توانمندی ها و اون نهفته های وجودی درون انسان ها. خداوند این رو با چه عمل میکند؟ با همین مسائل. من ذا الذی یقرض الله، این پیشنهاد داده میشه. و خب در مسائل مالی، یه وقتی این حدیث رو خدمت عزیزان شاید گفته باشم، در اصفهان شنیدید، حدیث خیلی زیباست، فقط ترجمه عرض میکنم. این که فرمود 3 چیز است که اینها سخت‌ترین مسائل است. سلاستون من اشق الاعمال، اینا دیگه شاخترین اعمال هست. 1، انصاف الناس من نفسک، اینی که به مردم همون انصافی رو بدی که دوست داری اونها به تو بدن. خیلی مشکله انسان اونطور که دوست داره مردم باش معامله کنن با دیگران هم رفتار کند. انصاف الناس من نفسک، یعنی من فروشنده بنشینم جای خریدار، خریدار بنشینند جای فروش، خانواده عروس بنشینند جای خانواده داماد، خانواده داماد خودشون بگذارن جای خانواده عروس. نه اینکه او میکشید و من میکشیدم. یه مبارزه و نزاع رو همون روز اول میبینید که هنوز هیچ خبری نیست. او اشاره میکنه برید بالا سنگین کنید. او که میگه بیاریم پایین، باز روز مبادا. این روز مبادا کیه؟ میبینید متاسفانه از همون روز اول گریبانگیری و مشکلی گرفتند و اصلا انصافی نسبت به طرف مقابل به خرج نمیدن. انصاف و ناس من نفسک، من معلم خودم بذارم جای دانشجو و دانشجو فکر کنه بابا این معلم چی کار کرده که معلم شد، حالا من چجور باید باش رفتار کنم با کلاسش و درسش؟ این پزشک بیمار، بیمار پزشک، زن شوهر، شوهر زن، خودشون جای یکدیگر بگذارن و با همون انصاف بتوانن رفتار کنن. بدونید 50% مشکلات اجتماعی ما برداشته میشه و همین نکته‌ای که امام در حدیث می‌فهمند. دوم، مواسات الاخ فی المال، کمک کردن به دیگران با ابعاد اقتصادی. مثل اینکه تو این زمینه انسان‌ها لنگش دارند، یعنی در کمک کردن غیر مالی انسان‌ها مشتاقی بیشتری دارند. کسی سر این رو بگیرید می‌گیرند آقا این، مخصوصا تشمرید مسجد انشاءالله بعد از نماز صبح یه خط من یجیب بگیرید برو بیمار ما، همه آمادگی دارن سری نماز تموم بشه من یجیب المستر رو ازادا و یک شفص.
اما اگر به جای اون سفارش دعا یه پاکتی بدن دستشون، بگن آقا این موندیم، این بیمار رو نمیتونیم ترخیص کنیم، این هزینه ها داخلش نوشتیم، میگن انشاءالله میریم مسجد دعا میکنیم، خدا گشایشی در کارتون ایجاد کنند. برای این یکی آمادگی ندارن، برای اون یکی آمادگی بیشتری دارن مردم. این حساسیت داره عزیزان، برای اینه که خدا لا اله الا الله، ذات باری تعالی خودش، من شرمم میاد این جمله رو بگم چون هست در روایات میگم، خدا خودش دستش رو پیش بندگانش می آورد. شاید تکان بخورن انسان ها، به خود بیان، من خودم این مال رو بهتون دادم، این سرمایه رو در اختیارتون قرار دادم، حالا به خود من بدید. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، مال خود ماست، بدید. خدا دستش رو بیارد، بگد منزل نزی اغرز الله. آیه نازل شد، یهودی ها گفتن ان الله فقیرون و نحن اغنیا. ببینید خدایی که این پیامبر میگه چقدر فقیره، از مردم قرضه مالی میخواد، استقراض میکند، اوراق استقراض میفروشد. یهودیان گفتند خداوند برای تکان خوردن بندگانش خودش به صحنه میاد، خودش اول صف میایستد، میگه به من بدید، بعد من میگیرم به اون که خواستم میدم، که شاید تکانی در وجود و ذهن انسان ها باشد. پس مسئله مالی و مواسات مالی، به هر حال واقعیت قضیه هم نمیشه گذشت، انسان احساس میکنه که درآمد مالی به نوعی ما به ازای تلاش وجودی و عمرشه. گاه دیدید بعضی ها میگن آقا ما یه عمر زندگی کردیم، بعد از 30 سال 40 سال همین خونه رو داریم، 250 متر خونه داریم، یه ماشین داریم، یعنی تمام عمرشون رو معادل باشی میدانند با همین خونه و تمام دستاورد عمرشون همین ماشین رو مثلا. و بالاخره انسان ها چنین حالتی دارند، لذا جدیت داره این صحنه که خدا به شدت وارد میدان می شود. اون بعد دیگه هم همینطور عزیزان، این که انسان به وجودش به صحنه بیاد، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اینی که انسان نفسش رو و وجودش رو به صحنه بیارد، اینی که انسان فرصتها رو، جوانی رو، استعداد رو، عمر رو و اگر به پای اون رسید جان رو به صحنه بیاورد، کار کار سنگین بزرگ عظیمی است و صحنه مهیایی است برای انسانها که توانمندی های وجودی خودشون رو ابراز کنند. فرمود انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا، آشکار می شود این صحنه برای اون که نشان بدهند انسان ها. اینجا سخن امام روشن. پس اگر حضرت باری تعالی می گوید انتنصر الله و اگر می گوید منزل لذی یغرز الله، یعنی بسترسازی و فراهم کردن فرصت برای ارتقاء شخصیت، برای که شما انسان ها از این موقعیت ها استفاده کنید و پله پله تا ملاقات خدا گام به گام بیاید بالاتر. حالا لذا به دنبال شما میفهمد از این فرصت استفاده کنید. فبادروا به اعمالکم، یه بار دیگه این کلمه رو تو این خطبه خواندیم، بدار پیش قدمی، پیش گامی، شتاب. فبادروا، بدونید این که خداوند این پیشنهادها رو داده، همیشه این پیشنهادها در عمر براتون نیست، ممکنه خدا بگوید شما موقعیت نداشته باشید. گاهی دیدید این رو، خیلی از این عزیزان بزرگواران احترامشون بر سر و چشممون، میگن آقا اون روزی که میتوانستیم ندانستیم، الان که میدانیم نمیتوانیم. میگن اون روزی که دستمون خالی بود عشقشو داشتیم که چنین و چنان کنیم، الان که دستمون پر است نمیتوانیم. اینطور نیست که همیشه ما یه فرصتهای مهیا و یکسانی برامون مهیا، هر زمان اراده کنیم بگیم بله چشم آماده است فیض و میدان. نه، بشتابید، پیش قدم بشید، شنیدید بگید لبیک، معطل نکنید، بگید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمرو بربکم فآمنا، معطل نکنید. فبادروا، بشتابید. اما این شتابتون اگر شتاب قولی و لفظی باشه هیچ ارزشی ندارد. چطور بشتابید؟ به اعمالکم، سبقت عملی بگیرید، حرکت عملی از خودتون نشون بدید، نه اینکه تصمیم بگیرید من تصمیم گرفتم که دیگه انشالله از فردا اینچنین کنم. بدانید این فردا شما هرگز نخواهد آمد، نه، از همین الان عمل کنید، از همین الان شروع کنید، و الا
بارها من دیدم، خدا میدونه. نمیخوام مسائل ریز و خرد رو بگم، ما خیلی اومدم شما گفتم ما این تصمیم این کارو داریم، گفتم ان شاء الله چشم، من فکر میکنم بهتون بعد میگم چه کار بکنیم. همین اخیرا این موردی از عزیزان بودن، گفتم ان شاء الله تصمیم میگیرم بعد بهتون میگم چه موردی خوبه. گفت آقا نه خواهش میکنم، همون بعدش همین الان بگید من انجام بدم، خوبش نمیخواد تصمیم بگیرید، چون من میدونم از این در برم بیرون با فرزندم مشورت کنم میگه بابا چه کی گفته این کارو بکنی، نه مگه ما خودمون دستمون چلاق است، مگر ما نمیتوانیم. همسرم اینطور میگه، دوستانم اینطور میگه، ما نه، همین الان بگو من چیکار کنم، همین الان انجام بدم. واقعا این است عزیزان، واقعا این است. چه بسیار در زندگی تصمیم هایی گرفتیم اما وقتی روز عمل رسید پاپس کشیدیم. پس باد رو به اعمال کن. وقتی یه جرقه خدا در دلتون زد، وقتی یه شوری در وجودتون ایجاد شد، دیگه معطل نکنید، همونجا وارد میدان عمل بشید. تکونو، کسی دارد این حرف رو میزند که دیده است، برادر و خواهر من، کسی نمیگه که با تخمین و گمان و ظن و احتمال و چون رسول خدا گفته است پس من هم میگم، نه، اینو کسی داره این حرف رو میزنه که دیده و داره میگه، یعنی کسی میگوید که نه علم الیقین، نه عین الیقین، بلکه از مقام حق الیقین سخن میگوید. پهلوان میدان لو کشف هست که لو کشف القطا مزدد تو یقینا. مردیست که دیده داره میگه باد رو به اعمال کن، بعد یعنی انتو باد رو به اعمال کن، تکون و معجیران الله فی داره. اگر به پیشنهاد من علی عمل کنید، به زودی به زودی با همسایگان خدا در خانه خدا ساکن خواهید شد. باد رو به اعمال کن، تکون و مع جیران الله فی داره. حالا این دار خدا یعنی چه؟ اون داری که امیرالمومنین داره میگه در عرش، اون چیست دیگه؟ ما فقط میدانیم که جوار الهی است، جوار رحمت خداوندی است. و رافق بهم رسله، اگر این چنین باشد خدا ساکنتون می کند، خواهید بود این چنینی. و بعد مرافقه و رفاقت و همدمی شما هم با رسولان الهی و پیامبران الهی خواهد شد. پس اونجا جایی است که رسولان همونجا ساکنند فردا در جهان آخرت. و ازارهم ملائکته، و ملائکه را هم می فرستند و ملائکه هم به خدمت و به زیارت و دیدارشان می شتابند. و اکرم اسماعهم ان تسمع حسیس نار ابدا، اگر حرکت کردید و اغتنام فرصت کردید و مبادره کردید و از این دو زمینه ای که خدا براتون مهیا کرد، بهره برداری از فرصت ها و امکانات مادی و غیر مادی، همونی که در اختیار دارید، و آمد و این عیار فراتر آمد، بلا یبلو شد، اونگاه بدانید کاری میکند خدا. و اکرم اسماعهم، این گوش های این افراد رو بسیار کرامت میده و احترام میگذارد خدا بهش، که مباد ان تسمع حسیس نار ابدا، نکنه اینها بشنون. حسیس از خود کلمه حسیس، از جهت فونوسمانتیک حسیس مثل حس، یعنی صدای خفیف، یعنی صدای بسیار ضعیف از دور. خدا اونقدر حرمت به کرامت به ایشان میدهد که گوش ایشان حتی ضعیفترین صداهایی از عذاب الهی و جهنم را نمیشنود. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها فهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. همونی که خدا در قرآن میگه، اونایی که با سابقه رحمت الهی حرکت کردند به جایی میرسند که اینها هرگز صدایی و نهیبی و حتی کوچکترین آزاری رو و صدایی رو از جهنم و از عذاب ندارند. دون چه میشنوند فقط رحمت است و رحمت. فرمود اکرم انتس اکرم اسماءهم ان تسمع حسيس نار ابدا و صانع اجسادهم ان تلقى لقوبا من سبا، و دیگه وجود اینها رو خدا اونقدر حفظ میکند
که اینها هیچ لقوب و نسب، لقوب به معنای فشل، به معنای به اصطلاح عرب ها توانی، یا بگیم سستی، ضعف، فتور، نسب به معنای رنج و تعب، دیگه هیچی وجود نداره. اینا رو چند زیبا امیرالمومنین این که به عزیزان بارها عرض کردم بهترین کتاب تفسیر قرآن نهج البلاغه امیرالمومنین است. این دقیقا امام دارد این جمله رو بازگو میکند که میرسند اهل معرفت، همین متبادرین، میرسند به یه جایی مستقر میشن، بعد اینطور میگن، میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، میگن حمد از آن آن خداییست که تمام غمها رو از دل ما برد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن الذی احلنا دار المقاومت من فضله، که ما رو مستقر کرد در یه جایی که سرای جاودانگی و بقا و رحمت و اقامت است. ان ربنا لغفور شکور، ما عجب خدای غفار شاکری داریم، چقدر خدا از ما تشکر کرد. ان ربنا لغفور شکور. خب فرمود که وسان اجسادهم ان تلقى لقوبا نسبا. باز امیرالمومنین آیه چهارم رو مطرح میکنن تو این چند خط، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اینی که خداوند سبحان چنین میکند، این موقعیتی که در اختیار این بندگانش قرار میدهد، این نه این است که عیناً عمل این هاست، بلکه اینجا بیش از آن است، همراه و قرین با فضل الهی است. کلمه فضل به معنای فزونی و زیادی است. دیگه خداوند به این بندگان خیش، به اعمال این بندگان خیش رونق میدهد. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها میکند. دیگه این فضل خداست که اینها رو میرساند به این جایگاه های رفیع. این چنینی ذالک فضل الله. نظریه ای داریم در بین عالمان علم کلام که ثواب رو فضل الهی میدانند و عقاب را عدل الهی میدانن. همون که این دوستان عزیز بزرگوار ما گاهی در دعاهای دستشون میگن الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدا با فضلت با ما رفتار کن، نکنه با عدلت رفتار کنه، و الا کمیت ما لنگ است. فرمود ذالک فضل الله. و برای این فضل الهی محدودیتی نیست، تأمین اعتبار کافی برای تمام بشریت شده است. یعطیه من یشا، نه اینکه محدودیتی باشه، هر آن کسی که بیاید میتواند بهرمند از این فضل باشد. یعطیه من یشا، چرا؟ چون والله ذو الفضل العظیم، چون خداوند فاضل نیست، ذو فضل است. متفضل نیست، ذو فضل است. تمام فضلها از آن اوست، صاحب تمام فضل است و زیادی هاست، و فضل اون هم عظیم، عظیم و گسترده بر بندگان خیش. خب تا اینجا امیرالمومنین مطلبشون رو تموم کردن، یه خط یه تذکر پایانی امام میدن و خطبه به نهایت میرسد. فرمودن اقول و ما تسمعون. خب این خطبه است دیگه، این سخنرانی است. استعذار دارید، در نهج البلاغه ما سه بخش داریم دیگه، یه خطبه هاست، بعد نامه هاست، بعد حکمت های نهج البلاغه است. این خطبه 183 بود. دارد سخنرانی میکند امیرالمومنین، آخر سخنرانی رسید. فرمود اقولو ما تسمعون، من دارم میگم و شما هم دارید میشنوید شیعیان من و عزیزان من. اقولو ما تسمعون. خب این جمله ظاهرش همینه، ترجمهش که من میگویم، من در حال گفتنم و شما در حال شنیدنیم. اما امیرالمومنین داره گوشه میزند با این حرف، یعنی ما گفتیم و شما هم شنیدید، اما متاسفانه این کافی نیست. نشستیم و گفتیم و برخواستیم، چه بکنیم؟ اقول و ما تسمعون والله المستعان علی نفسی و انفسکم. من علی دستم رو به سوی خدا بلند میکنم و فقط از او یاری میجویم که کمک کند به من علی
و به شما که بتونیم این مطالب را عملی کنیم و اجرایی کنیم. ما میگوییم و شما میشنند، اما به کار بستن این سختی دارد، دشواری دارد. استعانت از خدا میخواد، یاری بجوییم از خدا که بتوانیم عامل میدان باشیم و اهل کار و پای کار بمان. فرمود والله المستعان، اونم فرمود علا نفسی، یعنی مانع و مشکل اصلی که ممکنه در عمل کردن به این مضامین پیش آید چیست؟ نفس بی ادب انسان، نفس آدمی که تربیت نشده باشد. من از خدا کمک میخوام که منو در مقابل نفسم قدرتمند کند. شنیدید این رو که فردای قیامت سوره مبارکه مؤمنون یه عده‌ای وقتی میرسند و اون وضعیت پیش میاد، بعد حرف اینها اینه که اینها در جواب میگویند که ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما حریف نفسمون نشدیم، شقاء نفس بر ما غلبه کرد، حریف خودمون نشدیم، غلبت علینا شقوتنا. امیر المؤمنین دست استعانت و یاری به سوی پروردگار دراز میکند که واقعا همین است. یعنی در این حال اون طرف قضیه و بعد عرفانی ماجرا رو هم ببینید، چون به دنبالش میفرماید و هو حسبنا، خداست که ما رو کفایت میکند. یعنی در این حال امام با همه این شناخت و معرفت و جایگاه بلند، اوج تکیه بر این مقامات عالی، میگه من گفتم شما هم شنیدید، اما نکنی یک مرتبه ما گمان کنیم که حالا که میدانیم و چنین است و چنان است پس ما، نه، هر چه هست از حلقوم عبدالله بود، این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. باز خدایا میدانیم که لا حول ولا قوت الا بالله، از توست و تو باید یاریمون کنی و دست ما رو بگیری. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، تویی که میتوانی هدایت کنی و دست ما رو در مسیر خودت قرار بدی. و هو حسبنا، خدا ما را کفایت میکند. و نعم الوکیل، و پروردگار ما بهترینه کفایت کنندگان و وکیل است و اوست که اگر دل به وکالت او بسپاریم و بپذیریم پیشنهاد و امر او را، خوش ما را هدایت میکند و به سرمنزل مقصود رهنمون خواهد کرد. خب تا اینجا من خطبه رو خدمت عزیزان بازگو کردم. استحضار دارند عزیزان که یکی از شروحی که بر نهج البلاغه امیرالمؤمنین نوشته شده است که 20 جلد است، این شرح، شرح دانشمندی است از اهل سنت، آقای ابن ابوالحدید معتزلی. خب ادیب است، کاتب است، قدرتمند است، قرن هفتم نوشته است این شعر رو و 20 جلد این شعر. قصه هایی دارد این دیگه، بالاخره اینها نمیخوایم وارد اون بشیم. این خطبه رو ابن ابوالحدید بازگو میکند. وقتی تموم میشه این خطبه، مثل اینکه یه چیزهایی شنیده ابن ابوالحدید، این رو بهانه قرار میده که اینجا بعد از اینکه این خطبه تمام میشه، خطبه 183، اینو عرض به خدمتون در جلد دهم صفحه 125، بعد شروع میکند یه چند تا خطبه از خطیبان قدرتمند و صاحب بلاغت عرب مطرح میکنه. یه فلانین خطبه رو خوند، فلانین خطبه رو خوند، خطبتون لبن شخباء الاسقلانی، ایها الناس فکوا انفسکم من حلقات الامال المتعبه، خففوا ظهورکم من الاثار المستحقبه، ولا تصیموا اطماعکم فی غیاظ الامان المتشعبه. این خطبه رو میخونه، بعد که این خطبه تموم میشه میگه چرا من این حرفا رو دارم میزنم، اینا چه ربطی به نهج البلاغه داره؟ بعد میگوید که چرا من این حرف رو زدم، هذه احسن خطبه خطبها هذا الكاتب، من انتخاب کردم بهترین سخنرانی ها، نوشته ها و خطبه های چند تا انسان برجسته ای که اینها به فصاحت، بلاغت و سخنوری شهرت دارند، من اینها رو گفتم. و هی کما تراها، میبینید این خطبه ها رو، ظاهرت و تکلف،
چقدر متکلفانه، یعنی چقدر خودشون به زحمت انداختن که این کلمات رو کنار هم بچینن به شکل مصنوعی و یه خطبه مسجع مقفا مثلا این چرینی بازگو کنن. و این نما ذکرت هذا لأن کثیرا من ارباب الهوا، چون شنیدم اخیرا بعضی کسایی که دلهاشون مریضه یقولون، میگویند ان کثیرا من نهج البلاغه کلام محدثون، میگن این نهج البلاغه بعضی هاش حرفای علی نیست. و سمعه قوم، اینها رو دیگری گفته است، من فصحاء شیعه، علمای شیعه نشستن خطبه درست کردن. و ربما عزو، حتی بعضی ها گفتن قسمتی از این نهج البلاغه میدونید مال کیه؟ نسبت دادن بعضه الرزی ابوالحسن، به سید رزی که نهج البلاغه رو از این طرف اون طرف جمع کرده است، گفتن بعضیاش خود سید نوشته. و ها اولائه، حالا گوش کنید، این عالم بزرگوار اهل سنت میگه و ها اولائه، اونایی که اینو میگن قوم، جماعتی هستن که اعمت العصبیت و اعیونهم، تعصب های جاهلانه چشم هاشون رو کور کرده است و عقلشون رو تاریک کرده است. فزلوا عن النهج الواضح، از خیلی امر روشنی دور افتادند. و رکبوا بنیات الطریق، و افتادند تو پیچ و خم های گمراهی. زلالا و غلت معرفه و اسادی بالکلام، به خاطر اینکه اینها آشنا نیستند با سخنوری و سخندانی و کلام و لفظ. و انا اوزه و به کلام مختصرین فی هذا الخاطر من الغلط، من حالا یکم تذکر میدم بید که از این اشتباه به درایی خواننده. بعد شروع میکند یه صفونیم توضیح این رو که اون توضیح بماند، یک به یک بررسی میکنه اسلوب ها، استایل ها و سبک های بیان عرب را، سخن گفتن رو، و مطابقت میکنه و ایراد بزرگ این سخنورانی که خطبه هاشون رو گفت میگیره و مقایسه میکند با خطب نهج البلاغه. و در پایان میگه، من تو سخط پایانیشو میخونم، و انت اذا تعملت، اگر شهامت چه داشته باشی و بیایی تأمل کنی تو نهج البلاغه، وجدته کلهو ما انواهدا، میبینی نهج البلاغه از اول تا آخر یک آبجاریست و نفسا واحدا، یک کلامه، هیچ تفاوتی بین اول تا آخر نهج البلاغه نیست. و اسلوبا واحدا، سبک و استایل ادبی اون یکیست. کل جسم البسیط الذي ليس بعض من ابعاضه مخالفا لباقی الابعاض، یه وحدت به اصطلاح یونیک، به تعبیر امروزی هارمونی، میبینی یک وحدت و هماهنگی فی ما. کل قرآن العزیز، همون شیوه این که در قرآن وجود دارد در سخن علی موج میزند، همون یکسانی، کتابا متشابها. اوله که اوسطه و اوسطه که آخره، و کل سوره من و کل آیه مماثله فی المأخذ و المذهب و الفن و الطریق و النظم لباقی الآیات و الصور. همونطور که قرآن اولین بخشی که نازل شد با آخرین بخش یکیست، مدنی و مکیش فرقی نداره، سبکش، خصوصیاتش. ولو کان بعض نهج البلاغ منحولن، اگر بعضی از نهج البلاغ سخن علی نمی بود و بعض هو صحیفن دستکاری، لم یکن ذالک کذالک، این نمی شد چه شده است. فقط ظهره که به هاز البرهان الواضح، اگر بیای منطقی و علمی و برهانی و فنی بررسی کنی، برای تو روشن می شود که زلال و من زعم ان هاز الکتاب او بعض هو منحولن الى امیر المؤمنین، برای تو روشن می شه که نه، نیست مگر خط خط این کتاب جز سخنان زیبای اون شخصیتی که در این کلام فرمود نحنو امراء الکلام. در یکی از خطبه امام فرمود ما امیران ملک کلامی، خدا سخن رو در مشت ما قرار داده است. لذا چه محتوای سخنمون، چه قالبون، چه در زیبایی ظاهری اون، چه بنشینیم و بگوییم سلونی قبل ان تفقدونی. خب، این پایان خطبه
183 و این در بحث من بود که بازگو کنم و اتفاقا الان که رسیدم و کاغذی رو هم که دوستان به من دادم دیدم که همین سوال رو بزرگواران مطرح کردن در مورد همین شبهه‌ای که الان ابن ابوالحدید بازگو کرد و در مسیر بحث بود که خدمتتون مطرح کنم. شاکریم فضل خداوند رو که برای سومین بار توفیق حضور در این خانه خودش رو و در محضر نهج البلاغه رو و در حضور شما بزرگواران رو نصیب و عضو کرد. من هم به عنوان یه برادر کوچک همه عزیزان عرض میکنم همین جمله آخر رو در ذهنمون داشته باشیم، فبادروا به اعمالکم. همین جمله کوتاه، فبادروا به اعمالکم، بشتابید اما با عمل، نه با ادعا، نه با شعار، نه با زبان، نه با تأمین و کسب وجاهت اجتماعی. باد رو به اعمال کن، بشتابید با اعمالتون به سوی او و در کنار این یاری بگیریم. من این رو گاهی به دوستان جوانم میگم، میگم بالاخره گاهی سرتون رو بذارید، حالا بعد از نماز شد چه بهتر، نشد سرتون رو بذارید رو زمین سجده کنید، بگید واقعا خدا یا توان ندارم، ضعیفم، چیزی نیست، تو ای که همه چیزی، و بگید بالاخره به هر زبان دوست دارید بگید الهی و ربی من لی غیرک، خدای من جز تو کسی رم ندارم، تو هستی که وجود من رو میدانی، ساختی، بافتی، کمکم میتونی بکنی، میتونی من رو ترد کنی. یه جمله رو دارن امام جواد، عجیب هست که میفهمن الهی تجد و من تو عذب و غیری و لا عجد و من یرحمونی غیرک، خدا اگر بحث عذابم باشه تو اونقدر داری عذاب کنی، اونقدر هستن چنگیز ها، صدام ها، نرون ها در طول تاریخ، اما ولا اجد و من یرحمونی غیرو، من کسی ندارم که بخواد منو مشمول غفران خودش بکند. جست سر رو به خاک بگذاریم، خاکساری کنیم، عزیزان سجده کنیم، بخوایم استعانت بجوییم که خداوند کمکمون کنه که این چند سباهی که فرصت داریم تو این دنیا بالاخره از منابع مادی و غیر مادیمون بهترین استفاده رو بکنیم و آباد کنیم خودمون رو، و خودمون رو آباد کنیم که ابدیتمون رو آباد خواهیم کرد. پروردگار به آبروی قرآن، به آبروی امیر المؤمنین و سخنان او، به برکت اسماء و صفاتت خدایا، پروردگار مهربان، قلبها و دلهای ما رو به نور ایمان مستحکم و قوی بگردان، قدمهای ما رو در نهادن در مسیری که خود میپسندی استوار بگردان، لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به خودمون با ما گذار، دست رحمت و محبت خودت و اولیات رو از سر ما برمدار، قلب مقدس امیر المؤمنین رو از ما خوشنود بگردان. خب من متشکرم از حضور سبز و گرمه دوستان و عزیزان، برادران و خواهران، و روز آخر است و بگذارید که جمله بگوییم و استفاده کنیم و تمام. از یه طرف بالاخره چه بکنیم دیگه، گفت که اگر چه بدم با تو همسایم، الا ای ولای تو سرمایم، اگر چه بدم با تو همسایم، یا ابوالحسن یا علی ابن موسی. ما مشهدی ها دیگه دوست داریم دیگه، دلمون نمیگذاره که اون روز آخر دلها رو هر کجا هستیم نبریم در صحن سقابخانه و نیستیم مقابل مسجد تابناک پنجره فولاد و نگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. بذارید امروز ما هممون زائر بقعه و بارگاه رضوی باشیم و دلهامون رو میبریم. کاری میکنند این اولیاء خدا، خدا میداند. من تو ذهنم چیز دیگه ای بود، میخواستم الان چیز دیگه ای رو بگم، معذر مبارکتون، نمیدونم بالاخره هیچ وقت بحثای ما این تو نیست که یک مرتبه پیش بیاد، ما همش مهندسی شده قبلی است، اما یه مرتبه الان تو ذهنم اومد دیگه، حالا عوض شد این قسمت پایانیه بس، میخواستم یه تذکر دیگه ای بدم، چیز دیگه اومد تو ذهن. شاید خیلی سالهای دیر این حکایت رو اشاره کرده، به سید بزرگواری است در شهر ما که خداوند نشان رو عافیت بده، از اونهایی است که واقعا از اولیاء خداست، از اولیاء خداست. میدونم که خیلی از عزیزان خوب میشناسیندش، اسم ببرم چون شخصیتیه که
مردمی، خیلی واقعا انسان وارسته ایست. انشان به خداوند عافیت شون بده. این سید جلیل القدر از خود مزد رضا هم هستن. خب ایشان سالهای مکه زندگی میکردن. فرمودن که یکی از دوستان مکه من اومد مشهد، و از دوستان سعودی من بود، از شیعیان سعودی بود، اومد مشهد و مهمان ما بود. صبح به صبح عرض به خدمتون، سحر می اومد در اتاق من رو میزد و منو صدا میزد. قرار گذاشته بودیم با هم میرفتیم حرم. یه روز که رفتیم حرم مصادف بود با کر گرفتن، یعنی شستشو و خلوت کردن و که میخواستن بشورن اطراف زریح رو خدام و اینها. خب من به خاطر اینکه این میهمان ما بود، دوستمون بود، گفتم بیا داخل. اینو بردم داخل و کنج گفتم بایست و من رفتم خودم دنبال کار، رفتم شیرفلکه رو باز کنم و شرنگ رو کار رو انجام بدیم. دوستدار خدمه که نمیدونستن مثلا این آقا با ما مرتبطه، اومده بودن دو ایشان رو گفتن برو بیرون، برو بیرون. اینو بیرونش کرده بودن، اینم رفته بود بیرون. من اومدم نگاه کردم، دیدم این دوستم نیست، دوست عرب ما نیست. نگاه کردم دیدم انتهای دارالحفاظ با یه حالت غضبناکی ایستاده داره نگاه میکنه به طرف حضرت رضا، به طرف زری نگاه میکنه. من نگاهش کردم، صداش دادم فلانی بیا. با دست گفت چی بیا. من رفتم جلوش گفتم چی شده؟ گفت خادم امام رضا منو بیرون کرد. امام رضا نخواست من زیارتش بکنم، پشت کرد رفت. رفت بیرون. چی رفتیم ما منزل و دیگه با هم صحبتی نشد. و فردا صبح دیدم نیومد در اتاق منو بزنه سحر. من رفتم در اتاقش زدم. از داخل اتاق گفت فلانی استراحت میکنم، ببخشید. دیگه منم از فردا چیزی بهش نگفتم. یه هفته هم دیگه مشهد بلیتش بود که برگرده سعودی. شب قبل از اینکه فردا پروازش باشه که میخواست اون روز بره، دیدم که یه مرتبه در اتاقم سحر به صدا در آمد. در رو باز کردم، دیدم، گفتم فلانی چی شد؟ گفت بیا بریم حرم. گفتم تو که گفتی از امام رضا قهر کردی؟ دیدم تو رو میلرزه، تو رو میلرزه و عشق. گفتم این الان در عالم خواب خواب دیدم که شخصیت عظیم و شأنی اومدن جلو، آغوششون رو باز کردم، منو در بغل گرفتم، فشار دادم، فهمیدم فلانی تو میهمان منی، از من ناراحت نباش، از خادم من ناراحت نباش، با من هم قهر نکن. فلانی حضرت رضا اومدن به دیدن من میخوام برم عذرخواهی کنم. را عرض میکنم یا ابوالحسن شاید ما لایق اون نباشیم که شما بالاخره بخواید به دیدن من بیاید، به دیدن ما بیاید، اما یه نگاهی اگر به این محفل امروز ما داشته باشید، عزیز دل من، به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا میپذیرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.